سلام دوستان عزیز، انجینر عبدالصبور هستم و شما به چنل آنلاین سیول انجینیرینگ و صفحه فیسبوک آنلاین سیول انجینیرینگ خوش آمدین. دوستان عزیز، به تعقیب از درس های قبلی خود درس نو خود شروع میکنیم. دوستان عزیز، در درس قبلی خود ما در ست دسپلی آپشن یا در ست دسپلی ویو که در منوی ویو بود، ست دسپلی آپشن ما شما می تب جنرال خانده بودیم. عالمه ایم در ابجکت اسایمنت در قسمت، اگر ما بیم اگر گزینه لیبل چک باشه، این می جاین تارا بر ما شما لیبل می زنه، اگر چک نباشه لیبل نمی زنه. فرزن اپلای می کنیم، در قسمت شما می بینین دوست عزیز که تمام جاین تارا بر ما شما شماره زده. اگر ان چک کنیم اپلای، میبینی که شمارهش پاس شد. یا فرزن دیگه قسمت را، فرزن فلور مش، اگر چطا ما مش کده باشیم اونا را بر ما شما نشان میته، اگر مش نکده باشیم نشان نمیته. یا پنل زون بر ما شما نشان میته یا نمیته، یا پوینت سپرینگ بر ما شما نشان میته یا هم نمیته، یا نام را به شکل مسلسل یونیک نیم به شکل مرتب بر ما شما نشان میته یا هم نمیته. کی در قسمت جاینت اسایمنت بود یا شل اسایمنت است. در قسمت شل اسایمنت هم اگر لیبل چک بود، فرزن کلیک میکنیم بر ما شما نشان میده. فرزن اف معنی فلور ده، فلور پنج، فلور چار، در قسمت شما میبینیم تمامش نامگذاری کده است. اگر ایر ما ان چک کردیم بر ما شما چی میکنه؟ نامایش گل میکنه. و یا هم اگر ده یونیک نیم باشه، باز نامه را بر ما شما به شکل چی نشان میده؟ مسلسل نامگذاری میکنه دوستای عزیز. یا هم لوکال اکسس، اونمو لوکال اکسس اینی نیره میگر. اگر این چک باشه بر ما شما لوکال اکسس نمی سلابا نشان میده، اگر این چک باشه لوکال اکسس سلابا را بر ما شما نشان نمیده. فرزن کلک میکنیم لوکال اکسس نشان داد. و یا هم اگر چک کنیم نشان نمیده. یا ای ریا سپرینگ از دیجا اپشان های زیاد است اینجا سای با شما خودتان میتونین سرار کنمش کلک کنین ببینین. فرزن اگر لود یونفرم اینال باز قسمت ها را هنوز ما کار نکدیم، فرزن هنوز ما در مرحله مودلنگ هستیم، هنوز مرحله دیفاین و اساین شروع نکدیم که دو قسمت ما هنوز لوداره سر سلابای، سر بیما، سر گادرا علاوه نکدیم. دیگه دی قسمت ده سر، چون ده سر سلاب ما ایش نو بار وزن نکدیم. فرزن یونفرم لود ست از ازی اگه ایره چک کنیم یا آن چک باشی بر ما شما، چون ما لود اساین نکدیم نشان نمیده چیز را بر ما شما. یا وال هنجس یا پلاستیک هنجس، این قسمت های مختلف است، شما میتونین خودتان این نصیبه ببینین. دیگه ایش است، دیگه قسمت است فرزن لیبل فریم اسایمنت است. فریم ها یا اورمو چاکات است که فرزن در فریم اسایمنت اگر لیبل باشه بیمار بر ما شما نامگذاری میکنه. فرزن بیم 126، بیم 127، 128، تمام بیم ها را نامگذاری میکنه. اگر انچه کنیمش بیما از نامگذاری میبرای. یا یونیک نیم است که مسلسل بر ما شما نام میزنه که 892 سو میبینی 91 و 92 از منزل اول شروع میکنه تا به این منزل، بازمون تو بس شکل مسلسل نامه بر ما شما میزنه. اینجا هم مختلف قسمت هست. یا فرزن بیم لوکال اکسس است، اگر اپلای کنیم بیمار لوکال اکسس شه بر ما شما نشان میته. اگر ان اپلای کنیمش یا ان چک کنیمش بر ما شما نشان نمیته. یا مومنت است که هنوز ما شما انالایز نکدیم، اگر ما شما انالایز کنیم مومنت ها رو دقیق بیمار بر ما شما نشان میته یا نمیته. یا فلور مش آپشن است و مش هنوز ما شما نخاندیم، چون مش در دیگه مینو است اونا نخاندیم. باز بخیر وقتی که ما یک بلدنگ انالایز کردیم، برش مواد دیفاین کردیم، ساین کردیم و انالایز کردیم، مش رو دیزاین کردیم، باز تمام زی قسمت ها را یک دفعه دیگه هم ما شما مرور میکنیم. یا یک تاب دیگه است که بر ما میگه لینک اسایمنت، چون لینک ها را ما شما تا در این ساختمان خود نداریم، اگر نیه در درس قبلی ما بر شما لینک نشان داده بودم که لینک چی است.
لنکاره بر ماس یا دیزاین استرپ ابجکت ای را هم نخواندستین چون هی در قسمت دیزاین سلاب بکار می استرپا در سلاب است یا پیر اسایمنت یا سپنرل اسایمنت که یا در شیرواله در دیزاینش بکار می یا در تندان است که در تراسا و در یا بکار می انشالله باز یک ساختمان فلزی را که ما خاندیم این قسمت ها به درد ما می خوره یا شیرواله وقت که دیزاین می کدیم پیر و سپنرل به درد ما شما می خوره برای فیلن این قسمت ها را ما شما چون نداشتیم از این قسمت ها هم میگذاریم. باز میم در مینوی ویو ست دسپلی اپشن خلاص شد. دگیش است رابر بند زوم که ای به شکل ویندو بر ما شما این می دراوینگ کلان میکنه کش میکنیم یک قسمت کلان میکنه که یک شارکتش در اینی قسمت هم وجود دارم یا از پشتش ریستور فول پریویو اگر سر زی کلیک کنیم پس اون فول پریویو تمام بلدنگ بر ما شما فول پریویو میکنه که شارکتش در این قسمت هم وجود داره یا در میان ویو پریویوز زوم اما زوم قبلی را فرزن ما اگر زوم کده باشیم اگر سر چی بیم میگیم پریویوز زوم بر ما شما اون زوم قبلی را در حالت که می نقشه ما در حالت قبلی بود نشان میده که شارکتش هم دیجه است یا هم میم در مینوی ویو زوم این وان ستپ و زوم این زوم اوت وان ستپ که زوم این وان ستپ یک ستپ خورد کلان میکنه و زوم اوت وان ستپ کوچک میکنه که از این قسمت شارکتش هم موجود داره که کلیک کنیم ستپ بای ستپ کلان میکنه اگه چی کنیم ستپ بای ستپ بر ما شما خورد میکنه که رو در برنامه دیگه هم ما شما خوانده بودیم در این قسمت هم پن است که یا اونم دست که ما شما میگیریم سرزی کلیک کنین باز ماوس پرس گرفته میتونیم نقشه را به دلخواه خود در هر جایی که ببریم میتونیم ببریمش هم در 3D کار میکنه هم در 2D کار میکنه. خب ابو که میمانیم باز موضوعات زیاد است دیگه سیت گریت سیستم ویزیبیلیتی است اگر سرش کلیک کنیم ما ببینیم گریت پلان اگر بیم ویو سیت گریت سیستم ویزیبیلیتی کلیک کنیم ببینیم گریت لاین های ما شما تمامش آف شد و اگر برش بگیم پس در می ویندو فایل باشه کلیک کنیم بگیم set display set grid system visibility را سرش کلیک میکنیم پس grid line های ما شما تمامش آن شد. در قسمت مینو میایم change local access است که این local access منظور شد در این قسمت شما میبینید کوردینات x و y که فعلا در نقطه صفری قرار داره اگر ای را ما یک یک متر از بلدنگ دورتر کنیم فرضاً منفی یک متر نظر به x منفی یک متر نظر به وای منفی یک متر هم نظر به زاید باشه و اپلای بر آل ویندو کنیم میبینید که در قسمت 3D هم ببینید و دیجا هم ببینید که از چی از قسمت صفری تعمیر به اندازه یک متر تمامش دور شد که میتونیم یک بخش دور کنیم یا هم تمام بخشا را پس رو پیش کنیم شو لوکال اکسس نشان میده اینمی لوکال اکسس اگر باز ما سرش کلک کردیم میبینیم که لوکال اکسس دی ویندو بر ما شما گم کرد دی ویندو نشان میده چون این ویندو فعال نیست اگر ما دی قسمتی را فعال باشه و کلک کنیم بگیم شو دی قسمت هم هاید میشه پس لوکال اکسس ما میاریم در جای خودش دی مینو هم میاییم ویندو میگیم شو لوکال اکسس و هم چنج لوکال اکسس لوکیشنش هم پس دونمو قسمت های صفر میمانیم اگر ما لوکال اکسس نقاطش تغییر بدیم از خاطر که یک قسمت ما فرضاً اگر ما از یک بلدنگ در قسمت تعمیر ما امپورت میکنیم باز میتونیم از قسمت اول لوکیشن لوکال اکسس تنظیم کنیم بعد از یک فایل امپورت کنیم. خب باز میم در مینوی
ویو. خب دوستای عزیز، این قسمت میگه شو سلیکت آبجکت اونلی. در این قسمت اگر ما بیایم فرزن اینی گاداره و اینی گاداره ما سلیکت میکنیم، در مینو میگیم فرزن در قسمتی نمی دو گادر ما برار اضافه میکنیم یا تغییرات میاریم، میگیم show select object only، فقط اونمو object ها یا اونمو عناصر را که ما select کرده بودیم بر ما شما نشان میتا و دیگه قسمت ها را نشان نمیتا. و دیگه شست invert visible of object که ای هم بسیار کاربرد خوب داره که ایو قسمت های را بر ما شما نشان میتا که و select نشده بود و او قسمت هایی که select شده بود او را بر ما شما باز نشان نمیده. کلیک کنیم میبینید دی قسمت اونمو دو بیما نشان نمیده و بقیه قسمت های ساختمان بر ما شما نشان میده. یا اگر در قسمت مینوی ویو بیاییم بگویم شو آل آبجکت، کلیک میکنیم تمام قسمت ها را بر ما شما نشان داد. خب باز هم فرزن ایسلاب و ایسلاب سلیکت میکنیم، میگیم make select object invisible که اونمو دو از object را که ما select کرده بودیم از invisible کردش. و اگر بخوایم restore visible previous section کلیک کنیم دوباره بر ما شما اونمو section را که ما شما hide کرده بودیم دوباره بر ما شما view میکنش یا نشان میتش. در show all object اگر کلیک کنیم تمام ابجکت ها را نشان می ده. ریفرش ویندو، فرزن ما در ایلمی ویندو یکان تغییرات را میاریم، اگر او بر ما شما دفتا نشان داده نشد میگیم ریفرش ویندو. اونمو کدام ویندوی که اکتیف است که این قسم آبی باشه او اکتیف می باشه و این قسم خاکستری رنگ که باشه او ان اکتیف می باشه. فرزن ما ویندوی 3D را اکتیف میکنم، کلک میکنم میبینی که آبی شد، این به شکل خاکستری آمد. که کدام ویندو یک به شکل آبی باشه نماینگر ازی است که این ویندو فعال است. یا هم میگه ریفرش ویو، در ریفرش ویو هم یک کدام ویو یک است بر ما شما ریفرش میکنش که میبینید که تاله ویو یک قسمت پلان بر ما معلوم میشد، اما اگر ریفرش گفتیمش تمام قسمت ها بر ما شما فعال شد و پس دوباره نشان داد. خب دوستای عزیز دیگه است بخش بسیار جالبش که شو رندر ویو که یه مثل 3D Max واره رندر میگیره از ابجکت 3D نی از 2D. اینی رو میبینیم که اینمی ساختمان را که ما شما جور کردیم دیجی در پلان اینی امو شکل رندر ویویش است که شما میبینین هم پایه ها هم سلب ها هم گادر ها کلش به شکل واضح بر ما شما چی میکنه معلوم میشه. گادر پایه قدی قسمت شما میبینین گادر ها معلوم میشه، اگر زوم کنیمش گادر ها تمامش بر ما شما معلوم میشه، پایه ها تمامش معلوم میشه، سلب ها بر ما شما با تکنس و زخامت خودش معلوم میشه. در تمام قسمت ها میشه بر ما شما معلوم میشه، هم زوم این کده میتانیم هم زوم آوت کده میتانیم از این قسمت استپ بای استپ، یا هم ریفرش کده میتانیم ویندو را بر خود، یا هم زوم این و زوم آوت کده میتانیم، و یا هم میتانیم اینه میره ما شما سیف کنیم اگر اکسس پیش داشته باشیم سیف کنیمش و در قسمت بر خود ذخیره کنیمش. خب خب این قسمت دیگه شکم هم شو رندر ویو ری تک به شکل یک چی واره نشان میتش بر ما شما امو چار خط واره نشان میتش که دیگه قسمت هم آپشن های زیاد داره. اگر ایره ما بگویم رندر شاید وقت زیاد بگیره، اما اگر بگویمش رندر باز این قرا قرا رندر میکند. این هم یک نوع از رندر است، اما شما میبینین که ده فعلا کمپیوتر که من مصروف که چون ساختمان که من بزرگتر است، اگر ساختمان کوچک می بود باز رندرش کم وقت می گرفت، اما فعلا رندرش زیاد وقت می گیره که باید اینه قدر فایل ها رو شما می بینید که اینه قدر با تعداد اینه قدر فایل باید رندر کنه که اینه قدرش اون جریان داره و یه قدر دیگهش باقی مانده. اما اگر ما وقت داشته باشه می بینید که از این قسمت صفحه استا استا پایین شده میره
که خود از این نماینگر عزیز که این ابجکت یعنی می ساختمان بر ما شما آهسته آهسته رندر میکنه. خب یک قسمت کنسل میکنیم دوست عزیز، چون وقت زیاد میگیره نمیخوایم بگیم سیف کنیمش، این قسمت هم کلوز میکنیم. خب دوست عزیزی بود از قسمت مینوی ویو که امروز مینوی ویو ما شما خلاص کردیم. دیگه از پشتش هست مینوی دیفاین. در مینوی دیفاین که یکی از مینوهای اساسی است، اینجور سبا اول قبل از اینکه مینوی دیفاین شروع کنیم ما شما کاملا با درافت کردن یک ساختمان که یک ساختمان ما چه قسم میتانیم مدل کنیم، ای را ما آموزش دادیم و آموزش گرفتیم و فعلا در قسمت پیش از اینکه ما مینوی دیفاین شروع کنیم یک اندازه ما در مینوی آپشن هم شما را امروز درس میتونم. در درس بعدی خود ما انشاءالله مینوی دیفاین شروع میکنیم که در مینوی دیفاین باز میفهمیم که برای یک ساختمان چه قسم ما مواد انتخاب میکنیم، سکشن پایه و قادر و سلب چه قسم انتخاب میکنیم، لود ها را چه قسم ما دیفاین میکنیم، لود کمبینیشن چه قسم جور میکنیم، باز اینا را چه قسم اساین میکنیم. قبل از اینکه ما دیفاین بخوانیم یک اندازه سر مینوی آپشن بسیار سرسری تیر میشیم، او را هم میبینیم، بعد از او دیفاین مینوی دیفاین شروع. خب دوست عزیز میبینید که دیجا مینوی آپشن میایم، یونت دیسپلی یونت است که یونت را بر ما شما اونم واحدات بر ما شما نشان میده که ما شما از کدام واحدات کار میگیریم. در قسمت اول ما شما که مینو را فعال کنیم در ایتابز از ما شما یک اندازه تنظیمات دو قسمت هم میتانیم اجرا کنیم و این میره میتانیم از مینوی آپشن هم اجرا کنیم و در اینجا هم به نام یونت است که کلیک کنیم در اینجا هم شو یونت فارم است. از این قسمت هم ما شما میتانیم این میره بیاریم که دیجا بخشای مختلف است که ما شما میتونیم تمام قسمت ها را یونتایش تغییر بدیم. فرضاً ما بر شما میگم لنت ها شما دیجا میبینین به میلیمتر نشان میده، طول گاده را از بیمه یا را بر ما شما به میلیمتر نشان در سکشن دیمنشن است. البته که وقت ما شما یک سکشن جور میکنیم فرضاً یک پایه است 30x30 را بر ما شما به میلی نشان میده، 30x30 فرضاً ما شما اگه دیفاین میکنیم میگیم 30x30 یا لنتری را بر ما شما به جهت محور 3 هم نشان میده، به جهت محور 2 1 نشان میده به میلیمتر، به هر چیزی که ما خوش داشته باشیم. واحدات خود از این قسمت چنج کرده میتانیم، یا در فورس است فرضاً فورس پر لنت است که ایره فرضاً در تون است ما شما میتانیمش که در کیلوگرام فورس بیانیمش که واحدش دی قسمت میبینی که یونت لیبل است که کیلوگرام فورس شد و یا هم کیلوگرام فورس پر متر شد که هم واحد سطح رد هم واحد طول تغییر داده میتانیم، هم واحد چی را قوه را تغییر داده میتانیم. این قسمت تمام قسمت ها را شما میتانین خودتان چک کنین. اینجنر سبا ما دی قسمت منو واحد تغییرات واحد زیاد بحث نمی کنیم، اما می تانیم از اینمی قسمت ما شما کلش تغییر بتیم. دیگهش از تولرانس یا تفاوتا، فرضاً ما شما چقدر تغییرات اونو تفاوتا برای ما شما یا برای برنامه قابل قبول است، اون رو ما شما در تولرانس می تانیم جور کنیم. فرضاً اتو میج tolerance for joint اینجا از یک میلی، اگر ای از یک میلی جاینت های ما شما از یک تا یک میلی فاصله بین خود داشت، فرضاً یک بیمه از یک بیم تا دیگه بیمه کلیک میکنیم، اگر ای بیمه در بین خود تا یک میلی فاصله داشت به شکل اوتومات یار دو بیمه وصل میکنه، یار دو جاینت وصل میکنه، اگر از یک میلی اضافه تر بود باز بیمه را با هم وصل نمیکنه. فرضاً ما ایره تغییر میتیم میگیم فرضاً 100 میلی میگیمش اوکی، ما دینی قسمت یک دانه بیمه دیلیت میکنیم دوباره درا میکنیمش، فرضاً میگیم بیمه میگیریم کلیک میکنیمش نی قسمت
ما اتو تولرانس گفته بودیم فرزانی را میاریمش این تا به اینی قسمت. ببینید تا این قسمت ما میاریمش سرش رایت کلک میکنیم میبینید که بیمه وصل نکد. اما اگر ما این بیمه دوباره بیاریم از این قسمت کلک کنیم از خاطر که خوب معلوم شوه اینمیجا ما این پایه را هم دلیت میکنم که شما خوب بتانین تشخیص کنه. کلک میکنیم فرزن از اینجا ما یک دانه بیمه گرفتم فرزن باید جای اساسیش دیگه که جای کلک کنیم اما متوجه نشدیم. ما فرزن دی قسمت ما کلک کردیم میونی دی قسمت به جای ما کلک کردم اما با چون از 10 سانتی کمتر بود اتومات خودش واصل شد. باز میم دا اپشن تولرانس باز ایرا پس اونمو 1 میلی میگیریمش یا هم از مکزیمم انکلینیشن فرام ورتیکال کالم 20 درجه که امی پایه را که ما شما در نما رسم میکنیم اگه تا 20 درجه تفاوت داشت به شکل اتومات خودش وصل میکنه که دقادر رو به شکل مودی وصل میکنه و اگه از 20 اضافه تر بود باز نمیتانه وصل کده. یا مکزیمم انکلینیشن فار هریزانتال بیم ان فلور همچنان اگه به شکل بیم و قادر ما به شکل افقی کار میکنیم در پلان اگر اینا تا 20 درجه تفاوت داشت با هم وصل میکنه شو اگر هم تا 20 درجه اضافه بود مثل زینمی بیمه که ما کردیم باز وصل نمیکنم. خب دوستای عزیز امروز یکم درس تست دادیم یا هم از ارنج ویندو فرزن ما اگر ویندوهای ما خرد و کلان باشه در قسمت اپشن میگیم ارنج ویندو ویندوهای ما را به شکل دیفالت منظم میکنم یا از گرافیک پریفرنس که در گرافیک پریفرنس ایریال است اول که فانت است یا اونمو خطای ماست که ما شما ایره در برنامه ورد یا کلش میفهمیم ضرور تشریح نیست که فانت ما فیران ایریال است سایزش 6 است میتانیم مازی قسمت در نوشتار شکل نوشتاری خود ما تغییر بیاریم یا مکزیمم گرافیک فان سایز 6 پکسل است ایره ما میتانیم زیاد کم کنیمش یه در صورت است که پرنت بر ما میکنه و یا هم منیمم گرافیک فان سایز 3 پکسل است که ای هم در وقت پرینت کردن بر ما شما عمومانی ما تکنس خطا 3 پکسل نشان میتا یا هم منیمم سکرین لاین تکنس که وقت ما شما یک خطا در روی سکرین یا در روی صفحه خود یا یک بیمه در روی صفحه فرزن میمینیم تکنسش 1 پکسل است نشان میتا و در از این قسمت اگر منیمم پرینت لاین تکنس این میره در روی کاغذ وقتی که ما شما پرند میکنیمش اینه میره بر ما شما به شکل 4 پکسل پرند میکنه. اگر میخواستیم از اینکه دبل تر پرند شوه از اینجا ما میتاریم اندازش تغییر بتیم. دیگه از انتی الیسینگ یا زد بدنمایی الیسینگ خودش بدنمایی رو میه که انتیش یعنی به معنی زد بدنمایی شده. اگر فرضاً قسمت ساختمان بزرگ باشه یا کوچک باشه در وقتی که ما شما او را پرند میکنیم او را خودش اوتومات تنظیم میکنه یا کانستانت لاین تکنس تمام تکنس لاین ها همسان باشه یا شیدنگ ویت الیمنت که اگر ای کلیک باشه بر ما شما سلبا را بینمی شکل که معلوم میشه پرند میکنه. اگر این معلوم نباشه باز به این شکل خالی سلبه بر ما شما پرند نمیکنه. یا اوتو زوم استپ است که 10% است که در این قسمت ما شما میبینیم که اوتو زوم استپ است که 10% کلان میکنه. یا اگر ایره ما از این قسمت بخوایم که با یک کلک 20% کلان کنه کلک میکنیم اوکی میکنیم این دفعه اگر برش بگیم زوم میبینی که ویندو فعال بود زوم نسبتا از زیادتر زوم کردش. میره پس میاریم 10% میگیم اوکی. حالا اگر ببینی زوم کنیم نظر را پیش کم زوم میکنم اپشن
دیگه شیرینگ فاکتور فار لاین آبجکت. ما شما دک در سخت خواندیم که شیرینگ فاکتور ما شما دیجا داریم افتاد شد اگر شیرینگ فاکتور با ما آن باشد. میبینیم که میگادر و بیم و پایه از قسمت های جاینتا یکی از دیگه دور میشه. فرزن اگر در ما در برنامه پینت بیم بر شما چیز ما درا کنم خوب میفهمین چونی ما شما یک دفعه خانده استیم. فرزن ما یک پایه رسم میکنیم و یک گادر رسم میکنیم. دی قسمت اوتو شیرینگ فاکتور اگر ما شما خدایتان باشه این قسمت اگر ما جاین فرض کنیم اینه قدر بر ما شما هر کدامشه از نقطه جاین تا دور میکد که اینی را اوتو شیرینگ فاکتور میگه که اینه میره ما شما در به شکل دیفالت 70% است. ایره ما میتونیم تا کم زیاد کنیم از 70 فرزن 80 85 یا 60 کنیم و نمو جاینتار از قسمتش بر ما شما بی مقادر دور میکنه که سرزونمو قسمت ما شما خوب کار کرده بتانیم. خب باز در منوی آپشن میم ارکیتکچر پلان آپشن. چون فعلا ما شما از کدام پلان را از توکات امپورت نکدیم این قسمت باشه باز وقتی که امپورت میکنیم میفهمیم. دیگه شست گرافیک کلر فرزن یکی از دیسپلی یکی از آوتپوت. دیسپلی به معنی که بر ما شما در روی سکرین نشان میده و آوتپوت وقتی که ما شما ای را پرنت میکنیم رنگ ها را نشان میده. فرزن رنگ هایی که ما شما ای را در دیسپلی میبینیم به شکل که در روی سکرین بر ما معلوم میشه فرزن کالم به این رنگ است بیم به این رنگ است براس لینک سپرینگ یا به این رنگ است که اگر سر رنگ ما کلیک کنیم ما میتونیم رنگ های هر چیز را تغییر بدیم. فرزن اگر رنگ کالم تغییر بدیم میگیم اوکی و باز میگیم اوکی میبینیم که کالم ها کلش به این شکل تغییر کرد. رنگ نشانی نکده بودیم رنگ برش انتخاب میکنیم چون رنگ خوب رنگ نیست. فرزن بیم است از این قسمت فرزن رید 67 84 160 میشه از این قسمت ما تغییر بتیم یا هم از این قسمت ها برای بیمای خود فرزن رنگ سبز انتخاب میکنیم اوکی میکنیم. باز اوکی میبینه که بیما به شکل سبز بر ما شما نشان داده شد. خب باز در اپشن میم دسپلی دیگه قسمتش است. این سیبا از رنگ های دیوال است و فلور است و نون لاین است یا اوپننگ است از این قسمت رنگ های شما تغییر داده میتونیم یا هم رنگ دایمنشن و تکس و گرید لاین ها را ما شما از این قسمت تغییر داده میتونیم یا هم قسمت ستیل دیزاین است که رنگ های شما شما در ستیل دیزاین فرزند به شکل تغییر میتیم از هم تغییر از این قسمت داده میتونیم و یا هم کمپوزیتیف دیزاین است که پایه هایی که به شکل کمپوزیتیف باشه یعنی پایه مکس باشه هم فرزن یک کمپوزیتیف پایه فرزن یک آی بیم باشه باز چهار طرفش کانکریت باشه یک پایه فلزی نل فلزی باشه داخلش کانکریت باشه اونو را میگه کمپوزیتیف دیزاین که مکس دیزاین باشه. اما میتونیم از این قسمت رنگش تغییر بدیم یا کانکریت دیزاین است که از این قسمت لاینش رنگش تغییر داده میتونیم یا فرزن استرب لیر ای و استرب لیر بی هر وقت ما شما دیزاین اسلب خلاص کردیم باز استرب ها شما انشالله دو قسمت میفهمین. سیت تولرانس است که برای کالم بیم و برس در قسمت شما میبینید که سیت تولرانس برای زینا صفر است که ما صفر اشاریه پنج است که ما شما از صفر الا یک برش تولرانس تعیین کرده میتانیم و همچنان در قسمت فلور وال این لینکس که از این قسمت هم ما تولرانسش تغییر داده میتونیم. ریستور دیفالت اگر ما کلیک کنیم تمام رنگ ها و هر چیز تغییرات را کورده بودیم به شکل دیفالت میشه. میبینید که پایه را ما رنگ پایه را ما تغییر داده بودیم وقتی که گفتیم ریستور دیفالت به شکل اتومات پس اونم رنگ اولی خود گرفت.
دیگه شس سکرین که سکرین بر ما شما دی قسمت نشان دست وایت بگراوند اگر نینم سکرین پشت سر سفر وایت است اگر ایر ما برش بگیم بلک بگراوند با شما میونه که در وقت که بگراوند ما سیاه باشن باز رنگای کالام و بیم یا به این شکل تغییر میکنه. او رنگای را که در قدم اول ما دیدیم او بر بگراوند سفید بود اما ای بر بگراوند سیاه است. میبینید که در قسمت باز رنگا تغییر میکنه. یا هم با در وقت که ما پرینت میکنیم اگر پرینتر با شما رنگ نباشه سیاه سفید باشه باز رنگای زیر این قسمت فرزن کالام سیاه می بیم سیاه می برس سیاه می لینکس باز این تو خاکستری رنگ می به شکل بر ما شما پرینت میکنش و هم اگر پرینتر ما شما رنگ باشه باز این می قسمت رنگش به این شکل بر ما شما پرینت میکنن. دیگه از نصیبای محترم آوتپوت آوتپوتی قسمت باز اونمو رنگ است که بعد از انالایز بر ما شما رنگا را نشان میده. فرضاً ما اگر انالایز کنیم کام پایه ها را رنگش یا قسمت های ابجکت هایی که کامیاب باشه فرضاً صفر الا یک نشان میده، فرضاً صفر الا صفر اشاره پنج باشه رنگش به قسم می باشه، صفر اشاره پنج الا صفر اشاره هفت باشه رنگش سبز می باشه، صفر اشاره هفت الا صفر اشاره نو باشه به این رقم به این رقم یا هم رنگ های مختلف نشان میده که بعض وقت اوقات ما شما که انالایز میکنیم میبینی که پایک پایه یک عدر به رنگ سرخ می به این معنی است که ابجکت فیل هم شده است یا در مارک زورمو قسمت ما شما تغییر میاریم یا اونمو کالم و پای استیلی اگه باشه به یوازش کالم به بزرگتر دیگر انتخاب میکنیم و هم اگه کانکریتی باشه مارک کانکریت و هم سکشن اندازیش تغییر میتیم تا اونمو ابجکت دوباره انالایز میکنیم و میبینیم که تا بین زیر میز 0.5 الی 0.7 واقع شوه که هم مقطع بسیار زیاد قوی نباشه هم از لحاظ اقتصادیت در نظر میگیریم و لحاظ محکمی هم محکمیتش در نظر میگیریم که از این فکر میکنم این سبا برای امروز اینما قدر کفایت میکنم. باز تا انشاءالله در درس بعدی یک اندازه از مینوی اپشن و دیگه هم میریم از مینوی دیفاین شروع میکنیم. برای امروز اینما قدر بس است دوستای عزیز، اگر شما علاقمند آموزش برنامه های انجینری هستین و یا هم علاقمند هستین که از طریق اینترنت کسب درآمد کنین لطفا چنل یوتیوب آنلاین سیول انجینرینگ را و صفحه فیسبوک آنلاین سیول انجینرینگ را فراموش نکنید. صفحه فیسبوک آنلاین سیول انجینرینگ را با دوستایتان شریک سازید و چینل یوتیوب آنلاین سیول انجینیرینگ را سبسکرایب نمایید. تا درس بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خدا حافظ.